سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 11 ینور تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. برکناری سردار میلیسه نویه وخش و معاونش بعد سوختار ارچه سال نوی، برای حمایت از چهارشنبه سه ادوکات جدا کردند. شخصان نامعلوم تهدید کردند که سفارت های تاجیکستان و قرغزستان را در مسکو میتر کنند. مرگ دو زن در صدمه مدهش در نورآباد. هواپیما به سبب بد شدن سلامتی یک مسافر تاجیک در ارگنج نشست. ده شبانه روز حبس صاحب مرکز دلخوشی دوستی. و اکنون تفصیلات خبرها. پلکوونیک علیشر نعمتزاده، سردار شعبه کارهای داخلی نویه وخش و معاون دویومش مایور سفر عبداللهزاده، هفته گذشته از مقام برکنار کرده شدند. برکناری پلکوونیک نعمتزاده و معاونش در پی حادثه سوختار ارچه سال نوی در مرکز نویه وخش صورت گرفت. کریر این دو افسر بلندپویه میلیسه را سه کودکی که ارچه سال نوی را آتش زدند سوزاندند، میگوید امصوبتان پایگاه خبری بامداد در نویه وخش. طبر مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داده بود 3 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 12:32 دقیقه در وقت با آتش بازی کردن سه نابالغ برادران NM سال تولدش 2010، NT سال تولدش 2012، ساکنان دیهه آزاد جماعت مینتوباد نویه کوشانیان و CE سال تولدش 2008 ساکن جماعت رودکی نویه وخش از بی احتیاطی ارچه سال نوی را در نویه وخش سوزاندند. در ویدیوی که در اینترنت نشر شد دیده می شد که دامنه آتش درخت بلند ارچه با بازیچه های سال نوی زینت داده شده را به کام خود فرو می برد و رهگذران این لحظه ها را با کامیره های تلفن های موبایلی خود به نوار می گیرند. مقامات حجم ضرر این سوخته را تخمیناً 2000 سومانی برآورد کردند. یک منبع آگاه پایگاه خبری بامداد گفت همان روز 3 ینور سردار ریاست کارهای داخلی ولایت قتلان جنرال اسکندر سالیزاده با سردار شعبه وزارت کارهای داخلی نویه وخش علیشر نعمتزاده برای کدام کمبودی در کارش آگاهی قطعی داده است. پلکوونیک نعمتزاده این آگاهی در جیب هنوز تا جای کارش به مرکز نویه وخش نرسیده خبر آتش زدن ارچه سال نوی برآمد و بیگویی امون روز 3 ینور فرمان برکناری او و معاونش سفر عبداللهزاده به وخش رسید. سفر عبداللهزاده از جماعت چپایف نویه بلخی و از خیشوندان اسمت عبداللهیف رئیس فرودگاه دوشنبه است. علیشر نعمتزاده فرزند جورخان نعمتوف یک شخصیت پرنفوذ در نویه فرخور است. برادر او زبیدالله نعمتوف که در دادستانی کل تاجیکستان کار میکند ماه آگوست سال 2020 امرو با پدر و عمک امسرش جمال الدین و خیر الدین تورایف به علت کرونا ویروس از عالم چشم پوشیدند. حاجی خیر الدین معروف به ایشان سید نور الدین پلکوونیک و سردار سابق خدمات امنیت اویاسیونی فرودگاه شهر دوشنبه از دوستان نزدیک جنرال منصور جان عمروف سردار اداره زندان های وزارت عدلیه بود. در توی پسر حاجی خیر الدین خود جنرال عمروف نیز گرفتار کرونا ویروس شده بود. همصوبت بامداد از نویه وخش میگوید پلکوونیک علیشر نعمتزاده کادر خوب است ولی چندان خوش اقبال نبوده است. سال 2018 از اقبال بدش وقتی که سردار شعبه وزارت کارهای داخلی نویه دنگره بود در همین نویه حمله تروریستی صورت گرفت و نعمتزاده را از مقام برکنار کرده چند ماه وظیفهش ندادند. بعد به نویه وخش فرستادند ولی اینجا منصب و مقامش قربان آتشبازی سه کودک با ارچه سال نوی شد. وگرنه کارش خوب بود، با مردم مناسبت خوب داشت، پیوسته لباس ملکی نظر نوگیر پوشیده در کوچه های مرکز نویه پای پیاده میگشت تا وضعیت واقعی را با چشم خود ببیند و هم رفتار و فعالیت کارمندان میلیسه را نظارت کند. کارمندان میلیسه از ترس او دائم به بین ازدحام نظر انداخته می ایستادند که مبادا سردارشان باز با لباس ملکی به پیش آنها بیاید. سوختار ارچه سال نوی وخش نخستین چنین موردی به گام آتش رفتن ارچه های سال نوی در تاجیکستان نیست. 31 دکمبر سال 2018 هنوز تا شروع جشن سال نوی ارچه که در مرکز نویه رشت در شرق تاجیکستان گذاشته بودند نیز در گرفته بود. ائتلاف ضد شکنجه و بیجزایی در تاجیکستان روز 11 ینور خبر داد که برای حمایت از حقوق ورزشگر مشهور زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان
چهارشنبه چهارشنبه سه ادوکات جدا کرده است. این سازمان حامی حقوق گفت چهارشنبه چهارشنبه روز 30 دکامبر در فرودگاه دوشنبه در پی از روسیه آمدنش دستگیر شد. ولکه روز 31 دکامبر پدر او عوضخان پهلوانوف به ائتلاف ضد شکنجه مراجعت کرده خواستار کمک حقوقی برای فرزنده شده است. ائتلاف میگوید در شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات درباره احتمال شکنجه و بدرفتاری نسبت به چهارشنبه زیاد اظهار نگرانی میشد و در پی مراجعت عوضخان پهلوانوف این سازمان برای حمایت از حقوق چهارشنبه چهارشنبه سه ادوکات جدا کرد که خود همان 31 دکامبر سال 2021 دست به کار شدند. روز 4 ینوار سال 2022 در ملاقات با ادوکاتهایش چهارشنبه شکنجه شدنش را بدرفتاری نسبت به وی را رد کرده است، ولی ائتلاف ضد شکنجه گفت که این مسئله ها را همچنان پیگیری خواهند کرد. دادستانی نسبت به چهارشنبه بر اساس قسم دویم ماده 307 با اتهام دعوت‌های عمومی به زوراً تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان پرونده جنایتی گشوده است که همچون جزا از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. روز 5 ینوار کلیگیای پرونده‌های جنایتی دادگاه شهر دوشنبه شکایت ادوکات‌ها در مورد چوره پیشگیری نسبت به چهارشنبه فرا بررسی کرد، ولی قرار دادگاه نویه شومنصور از 31 دکامبر در مورد بحث پیشکی گرفتن ورزشگر را به تغییر باقی گذاشت. ائتلاف ضد شکنجه گفت با گذشت قریب 2 هفته از بازداشت چهارشنبه چهارشنبه پدرش عوضخان پهلوانوف تا حال نتوانسته است برای عیادت او اجازت به دست بیارد. به گفته این سازمان ادوکات‌ها در این مسئله نیز به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. روز 8 ینوار به چهارشنبه چهارشنبه رسماً بر اساس قسم دویم ماده 307 عیبنامه اعلان کردند، ولی او به طور خطی و دهانی چندین بار به تکرار گفته است که من یگان مقصد دعوت به غصب به زوری حکومت نداشتم، من چنین جنایت نکردم و نمی‌دانستم که مراجعت من می‌تواند جنایت ارزیابی شود. من با درخواست به جوابگری کشاندن افراد گناهکار مراجعت نامه کرده بودم. از این سخنان برمی آید که پرونده چهارشنبه بر پایه مراجعت نامه است که او در روزهای اول اعتراضات اخیر خورخ نشر کرد. او در آن مراجعت نامه کشتار ساکن نویه روشقلا گلبدین زیوبکوف را محکوم کرده به جوابگری کشاندن گناهکاران مرگ او را طلب می کند. ادوکاتهای چهارشنبه گفتند که او با تفتیشات به طور آشکارا صحبت می کند و در بیاناتش صمیمی بوده همه چی را طوری که هست می گوید. با وجود اتهام سنگین مناسبت او دوستانه است. سوالهایی را که به او تفتیشات می دهد با دقت گوش کرده جواب می دهد و می فهماند. او می خواهد ثابت کند که وی به ضد حکومت نیست، بلکه یک ورزشگر است که شاید در حالت احساسات تندگپی کند، ولی زود خود را اصلاح می کند و همیشه هنگام پیروزی با پرچم تاجیکستان به میدان می براید. چهارشنبه جوانی که در روسیه در سوی ورزش کامیاب شد نمونه برای عبرت برای ورزشکاران تاجیک است، ذکر کرده است ائتلاف ضد شکنجه در گزارشش. در پی ادعای بمبگذاری در سفارت‌های تاجیکستان و قرغیزستان با طلب از قزاقستان بیرون کشیدن نیروهای حربیشان، بناهای هر دو سفارت را با کمک سگان بوگیر تفتیش کردند، ولی یگان مواد ترکنده پیدا نکردند. در این باره روز 11 ینوار به خبرگزاری های تاس و مسکو منابع آنها در مقامات حفظ حقوق پایتخت روسیه خبر دادند. بنا به اطلاع این منابع روز 2 ینوار به پشت و الکترونی های هر دو سفارت از نام نفران نامعلوم مکتوب آمده است که گویا در بناهای سفارت های تاجیکستان و قرغیزستان بمب گذاشتند و در صورت کوشش بی ضرر کردنشان آنها می ترکند. مؤلفان تهدیدها طلب کردند که تاجیکستان و قرغیزستان نیروهای حربی خود را از قزاقستان برآورند. منبع خبرگزاری مسکو گفت کارمندان پلیس با سگان بوگیر داخل بناهای سفارت‌ها و اطراف این بناها را تفتیش کردند. سفارت قرغیزستان در کوچه بلشای اردینکا را حتی موقتاً ایوکاسیا کردند، ولی در این دو سراغه یگان مواد ترکنده یافت نشد. تاس میگوید سفارت‌ها را ایوکاسیا نکردند، ولی تفتیش این حادثه ادامه دارد. مقامات آنهای را جستجو دارند که به سفارت‌های تاجیکستان و قرغیزستان نامه‌های تهدیدآمیز فرستادند. تلگرام کانال شوت خبر داد که نمایندگی‌های قرغیزستان در کراسنویارسک، ارکوتسک، سورگوت و یاکوتسک نیز با چنین مضمون نامه‌های تهدیدآمیز گرفتند که این بناها را بمب‌گذاری کردند و اگر بیشکک سربازانش را از قزاقستان پس نکشد این بناها
ترکونده می شوند، ولی در جریان تفتیش این بناها یگون مواد ترکنده یافت نشد. روز 7 ینور شخصان نامعلوم به پشت های الکترونی سفارت های ارمنستان و بیلاروس در مسکو نیز نامه ها فرستاده تعدید ترکاندن این سفارت ها رو کرده بودند. طلب مؤلفان آن نامه ها نیز از قزاقستان برآوردن نیروها بود. تفتیش در این دو سفارت یگان نشانه مواد ترکنده رو پیدا نکرد. یادآور می شویم پرزیدنت قزاقستان قاسم ژمارت توقایف روز 5 ینور در پی اعتراض های گسترده در کشورش این حادثه ها رو حمله از بیرون و کار دست دسته های تروریست ها نامیده از سازمان اودکبه کمک عربی خواست. علکه روزهای 6-7 ینور کشورهای عضو اودکبه به قزاقستان حدود 4000 عسکر فرستادند. از تاجیکستان نیز بیش از 200 سرباز به قزاقستان انتقال دادند. توقایف روز 11 ینور اظهار داشت که ماموریت نیروهای اودکبه در قزاقستان به انجام رسید و از 13 ینور خروج آنها شروع می شود که یگان 10 روز را در بر خواهد گرفت. معاون اول سردار ستاد کل قوه های مسلح تاجیکستان جنرال مایور میرور خوشبخت میرشکر به خبرگزاری روسی ریا نوستی گفته است بیش از 100 نفر از سربازان تاجیک به قزاقستان فرستاده شده به پاسبانی مرکز گرمبهی رقم 1 تیتس 1 شهر الماتا کمک کرده استودند. ما باید از همه گونه کوشش ها از کار برآوردن این مرکز پیشگیری کنیم، گفته است جنرال تاجیک. به فرق از مرکز گرمبهی دوم که بیرون از شهر قرار دارد، مرکز گرمبهی رقم 1 در داخل الماتا جایگیر شده تا 20% گرمی و 12% نیروی برق این بزرگترین شهر قزاقستان را تامین میکند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. هواپیمای شرکت روسی سیبر شب 11 ینور سال 2022 به طور اضطراری در فرودگاه شهر اورگنج ازبکستان فرود آمده است. تلگرام کانال ازبکستان ایرپورت خبر داد که هواپیمای شرکت هواپیمایی سیبر که در خط سیر مسکو قرشی پرواز میکرد ساعت 9:42 دقیقه به طور فوق‌العاده در فرودگاه بین المللی اورگنج نشست. سبب نشست اضطراری به کمک عاجل طبی احتیاج پیدا کردن یکی از مسافران شهروند تاجیکستان شده است. بنابرای اطلاع مقدماتی انگام پرواز او را درد اپندیسیت گرفته است و اکیپاژ تصمیم گرفته است که در نزدیکترین فرودگاه بنشیند. در فرودگاه اورگنج این مسافر در آسمان مری شده را ماشین یاری تعجیلی برای رساندن کمک طبی به بیمارستان برده است و هواپیمای شرکت سیبر ساعت 9:31 دقیقه از فرودگاه اورگنج به قرشی دوباره به پرواز خواسته است. گفته می شود در اطلاعیه کانال ازبکستان ایرپورت بسیاری از شهروندان تاجیکستان برای سفر به روسیه و بازگشت به وطن از فرودگاه های ازبکستان استفاده می برند، چون که نرخ پرواز توسط فرودگاه های کشور امسایه نظر به فرودگاه های تاجیکستان خیلی ارزان تر است. کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان از دو فلاکت خبر داد که هر دو تلفات جانی در پی داشتند. در نویه وسیع دخترچه 2 ساله در کانال نزدی حولیشون غرق شد. در نوراباد ماشینی که با سرعت بلند می اومد سبب مرگ دو مسافر شد. کمیته اولتای فوق‌العاده می گوید این دو حادثه از بی احتیاطی رخ داده و از هر دو حادثه می شد پیشگیری کرد. دخترچه که امگی 2 سال داشت از بی نظارتی والدان در آب کانال غرق شده است. این حادثه روز 9 ینور سال روان در قلمرو دیهه سفر امیرشایف جماعت خلبوق نویه واسه ولایت قتلان رخ داد. دخترچه 2 ساله در آب کانال سرازیر شد و غرق گردید که از نزد خانه آنها می گذشت. جستجوی این کودک یک شبانه روز دوام کرد و بالاخره جسد او را پیدا کرده و به والدانش سپاریدند. 10 ینور سال روان ساعت 15:00 دقیقه در کیلومتر 97 روی ماشینگرد دوشنبه نوروباد لخش هنگام حرکت از سمت نوروباد به سوی شهر وعدت ماشین طبقه اوپل استرا متعلق به ساکن 52 ساله دیهه شادمانی جماعت موچخر و نویه نوروباد به جری 80 متر سر و زیر شد. کمیته اولتای فوق‌العاده می گوید یک سبب این فوجه می تواند صورت خیلی بلند حرکت ماشین باشد که راننده بعداً از عهده اداره آن نبرآمده است. هنگام فوجه در این ماشین 4 نفر سوار بودند. با تلاش راهگذران راننده و یکی از مسافران زنده بیرون آورده شدند، اما متاسفانه دو زن که یکی 49 و دومین 67 سال داشت در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده و مسافر زنده مانده را
با زخمای مختلف به بیمارستان نویه نوراباد آورده بستری کردند. کمیته اولتای ففقلوده بار دیگر به ساکنان مراجعت میکند که خیلی احتیاط کار باشند، بخصوص رانندگان. آنهایی که مسافرکشانی میکنند باید بدانند که مسئولیت امنیت و بیخطری همراهانش به دوش آنهاست. همیشه بالا بردن سرعت در راه های کوهی، بخصوص در فصل زمستان که راه ها پر از برفند و یخ بستند و یا تومان راه رو خیره کرده است، خطر دارد. و حالا یک مروری کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که عبدالجبار بحردینزاده، صاحب ملک مرکز دلخوشی دوستی، برای ویران کردن ریجه کاری و خلالدار گشتن آسایش تحالی و آرامی شهروندان به 10 شبانه روز حبس معموری محکوم کرده شد. متاسفانه هنوز هم بعضی از صاحب ملکان مرکزهای دلخوشی و فراغتی با مقصد به دست آوردن درآمد علاوگی بیرون از وقت مقرر گردیده فعالیت میکنند که باعث خلالدار گشتن آرامی و آسایشتگی شبانه شهروندان گردیده است. از جمله شهروند بحردینزاده عبدالجبار بحردین، سال تولدش 1981، استقامت کننده نویه فردوسی، صاحب ملک مرکز دلخوشی دوستی واقع در کوچه جامعه نویه سینو، نوابسته از آن که برای اجرای ریچه کوری رسما آگاهانیده شده بود، بیرون از ساعت مقرر گشته ریچه کوری رو ویران نموده به خدمت رسانی مشغول شده است. گفته می شود در خبر وابسته به ولایت مذکور نسبت به بحردینزاده عبدالجبار پروتکل حقوق ویران کنی ماموری ترتیب بوده شده، نسبتش جزا در نمود حبس ماموری به مولت 10 شبانه روز تعیین کرده شد. وقتهای آخر شکایت ها از فعالیت مرکزهای دلخوشی یا کلوب های شبانه در پایتخت و مناطق دیگر تاجیکستان خیلی زیاد شده است. ساکنان از آن شکایت میکنند که از این کلوب های شبانه از شب تا سحر صدای بلند موسیقی صدا میدهد، گاه و جنجال و زنوزنی ها هم صورت میگیرند و در نتیجه آنهایی که در اطراف این کلوب ها زندگی میکنند نمیتوانند آرام خواب بروند. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه مرد 41 ساله ساکن پایتخت مراجعت نمود است که 8 دکامبر سال 2021 تقریباً ساعت 23:30 دقیقه در داخل مرکز دلخوشی جوانان واقع در نویه فردوسی شخص نامعلوم با روی آشکارا از دستش تلفن موبایلی تمغه ریدمی 8 تصرف نموده از جای حادثه غایب شده است. در نتیجه گذرانیدن چوربینوی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 43 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. آید با حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوای فردوسی با عریضه مرد 35 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نمود است که 4 ینوار سال 2022 شخصان نامعلوم برای پنهانی یک عدد چهارچرخه کودکانه که در آشیانه ششم بنای استقامتیش می ایستاد دوز دیده از جای حادثه غایب زدند. ضرر رسانیده شده 7000 سومانی را تشکیل می دهد. هنگام گذرانیدن چوربینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، جوان 26 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت مذکور دستگیر کرده شد. همزمان با عریضه به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت، زن 25 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نمود است که اولهای ماه دکامبر سال 2021 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده، از آنجا یک عدد تلویزیون تمغه سامسونگ و مال و اشیاهای روزگار و دزدیده از جای حادثه غایب زدند. ضرر رسانیده شده 4050 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چوربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 47 ساله ساکن امین شهر همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. آید به اولت مذکور تفتیشات ادامه دارد. تماشا بینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نموید. www.bomdod.com خوش باشید.